روستای دادران در وسط یک دره قرار گرفته که در منطقه کوهستانی واقع شده است. ای از شمال به سمت محمد آباد و از جنوب به سمت کوهستان امید آباد و جاده سرویشه، از مغرب به سمت کوهستان درویش آباد و خونیک، از مشرق هم به سمت روستای درمیان. در فاصله 22 کیلومتری شهرستان درمیان قرار دارد. از اینجا تا روستای درمیان 3 کیلومتر است. تا روستای محمد آباد 4 کیلومتر است. تا روستای خونیک 2 کیلومتر است. روستای دادران در زمستان که اکثرا مردم از روستای همجوار اینجا میاد، اینجا 120 خانواده و در فصل تابستان 70 خانواده جمعیت داره. 450 نفر هم جمعیت روستا هستند. حدوداً ما دمی اول عمر خود همین قنات هاییم. کلاته میرزا یک سال ما حدوداً اینجا 180,000 گردو ما در همین قنات تا کردیم. البته دیگه ادو اول خود همین آخر خوشتالیو با که دیگه این کار شد. یه خوشتالیو نو شروع ماست بشو و آواز تالیو نو تو مغ بود. از اون این دیگه ای جوزو رفت، خوشتالی آبی اومه جوزو هم رفت، اینو هر درخت دیده همون برکه هست الان سه برابر بده. این همه ما ببریده و هی ببریده و هی خوش شده و هی ببریده و هی خوش شده. الان خو کخو های تو شده اینو داغون میکنه از این تنه دیگه باز پشور در از این سر شاخو تمام درخت دور میخوره. در اومد اینجا الان فیلان خو یک سال دمیو همی زرشکه، چیزی گیده اینی نداره اینجا، در اومد گیده ای ما نداره. ای آق همو دار میشو که همی درختو در هر دماغ یا گاش او بینو نمیرده. خیلی کم اوی هست، زمین نظر کم اوی خیلی خوب هست، زرشکو بده که نیه، چیزون گده خواهم دو برفته ده. قدیم خو اینجا میوه و انگور داشت و همین دباغ و انگور داشت و همین درختون جو داد، همین فایت و بلند این رو نمیده تنوک بانشونده و داو همه جرده داشت. سال 100 خربار، 80 خربار، 70 خربار، 60 خربار، جنوم برخورد او داشت. اگر او زیاد بو بیشتر بو، اگر نبو کمتر بو، همون قدیم ابو خوشتالی یک سال دمیو خوشتالی بود، یک سال خوش بود، یک سال بود آواد میشید. ولی حالا دیگه همینطور یک 17 سال برد هم خوش مو خویا نمیدونه این مدت عمر خو. از کجا؟ از که نیم؟ اینو از آجو و زمین هم. از همین روستا؟ از همین آجو. حاجی خو اجازه است میخوره یا نه؟ مو خوش جانش را سا. گردوی کاغذی میگن این رو از نوع بهترین مرغو. گردوی اینجا اکثرا بیشتر سرما میکنه چون که این تک به قول ما رو به سمت شمال هسته و بادهای اول بهار میگیره سرما این رو میزنه. خیلی در هر چند سال یک سال گردوی داره ما از بیابی نداره اگر امطار سرما نکرده درختون ماره. 18 سال شده که خط کشته نشده. خب این درخت چطور زنده باشه؟ درخت آب نخوره، شخت نخوره، چیز معطول نمیکنه، دست میره. همین درخت گردوی که ما پاسته این در 21 سال پیش ما تنها همین درخت شمارده 6500 گردو با همین کوچیکی خود داره. الان که فکر نکنه که 500 تا 400 تا بالا بشه. اون
ما درخت میشینیم. بعد اینو باید میبریم رو بو خوش میکنیم. بعد از اینکه خوش کردیم میاریم اینو باد میکشیم. برگاش جدا میکنیم. بعد که برگاش جدا کردیم باید همجور اول به دستگاه میزنیم که این دماش اینو نر کنه اینو با کنه. بعد دو مرتبه بعد توی این دستگاه میریزیم که خاراش و آشخاراش جدا کنه. بعد اینو باید میریزیم روی سرفه. روی سرفه اگر خار کوچکی چیزی نداشته باشه باید کارگر میگیریم اینا رو خارچینی میکنیم. بعد از اینکه خارچینی کنیم بعد اونم کارتون میکنیم. اینم دیگه میفرستیم دیگه بفروشیم. مشکل که اینا یه محصولیه که در فصل اینجا بارون میاد. بعد مشکل اینجا زیاده. همون فصل برابرداری اینجا خیلی مشکله. اینون دیگه بعد حتما آب بارون اگر بینا برسه دیگه فوری این محصول دیگه خراب میشه. بعد یه طور باشه که اینا در مرض امنه که بارون دیگه بداخله بی محصول رو نباید بگیره. اگر این بارون این محصول رو بگیره بلا فاصله یک هفته که باشه دیگه سیاه میشه و خراب میشه. فوریش هم بعض وقتا خوبه، بعض وقتا هم اینی که پایین بالا زیاد میشه نرخ اینجه. بخصوص زمانی که مثلا معیوب میشه، زمانی که معیوب میشه که باران میفته که دیگه یعنی خوب و خرابت تبیل هم دیگه بسیدن اینجوریه. چون که محصولی که چی میشه خراب میشه و خوب و خراب با هم قاطی میکنن بالاخره ضربه کشاورز دیگه ضربه میخوره دیگه. اینو خلاصه زحمت زیادی داره تا اینکه از درخت چنده شه به اینکه به کارتون رسه به این که به فروش رسه دقیقاً نصفه میشه. یعنی از نظر بری کشاورز دیگه چیزی نمیمونه چون که هزینه زیاد میخوره. موقع فروش نسیه حداقل دیگه ده ماه سه ماه دیگه تا پنج ماه تا شیش تا هفت ماه هشت ماه دیگه یه موقعی که بازار اینجا چونو کسات هفت هشت ماه میخرم باید پول اینجا به ما نمیدن دیگه. هم مدت اینجا میره بالا هم پول ارزاتره. موقعی که یه خورده که باید بعد اینجا بهتره مدت اینجا ده ماه سه ماه میشو پول اینجا باید بهتره. هم موقع یه موقعی که میبینی که کس نخره معیوم میشه که اصلا کسی سراغ اینجا نمیگیره. سازگار که با آب هوای منطقه قشنگ سازگاره. اگر آب باشه که محصول هم میده درخت اینجا، اگر آب نخوره که محصول هم نمیده. حتما باید حداقل سال پنج شش آب بخوره. اگر آب نخوره محصول نمیده میپاشه. دیگه مردم این منطقه خود کلن دیگه شغل همینه دیگه. هم از کشاورز هم از کسی که خرید فروش میکنه هم کلن نحوه کار اینجا زیاده. اگر بالاخره یک جایی که اینو خوب ساده شو یک جایی به فروش خوب برسه مردم از این بروند خوب میشن. در روز دو ساعت ما آب داری شب که بستیه. در آب اینجا مشکل داره مردم میفهمه برای که جمعیت اینجا بیش از چیز اینجیه که به حساب از مخارج آب اینجیه. آب دو تانکر که بیشتر نیست، در روز یک تانکره. بعد مردم در اینجا در مزیقه آب بیشتره کسان. یکی از مشکلات روستای دادران آب شرب که الان اداره آب فاضلاب روستایی با تانکر روزی یک تانکر آب میارن تو مخزن روستای دادران میرزن که بالاهای روستای ما در روز 24 ساعت یک ساعت بلکه
35 دقیقه آب بیشتر ندارم. چون که تانکر 10000 لیتر آب میاره، زحمت میکشن، دستون رو درد نکنه، به نهایت ممنونیم. ولی چای آب خوش شده، از چای آبم 10000 لیتر به مخزن در 24 ساعت نمیره. جمعیت کنتوری که در روستا هسته که مردم دارن 164 کنتور امتیاز آب دارن، چون که تا درمیان لوله کشی شده. او افرادی که جزء روستای دادران محسوب نمیشن و جزء روستای درمیان و محمد آباد محسوب میشن، از روستای دادران کنتور آب دارن، امتیاز آب دارن. یه مشکلاته. مشکلات دوم هم تلفن همراه هسته که تو منطقه چند سال ما درخواست هم کردیم، پیگیری هم کردیم، نامه هم نوشتیم، ولی گفتن هست، عمل کردن در کار نیست. خانم ها روستا قدیم بعد میرفتم تو کشمان ها وسا خاشه خشک جمع میکردم، به صورت وسا یک بغل میکردم پشت خونه که دارم توی تنور شاخ میکردم، تنور که قشنگ سفید شد بعد شروع میکردم به نپختن. کارای زنها دیگه میده که قالی چفافی میکردن، بعد دیگه مالداری میکردم، گابداری میکردم، ای کارای به حساب پشه میرشتیم ما، بعد به حساب خود ما رنگ میکردیم، خود ما به حساب قالی چه میبافتیم. الان دیگه خانداری گوسفند اینا جمع میکنن دیگه. الان جوانان روستای ما به خاطر یک 150 متر یا 200 متر میره از روستای همجوار با قیمت 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان که حتی در شهرستان درمیان به قیمت خرید فروش نمیشه زمین. زمین هم میخرن که برای خود یک چهار دیواری درست کنن. مسئولین محترم باید یک راهکار بهترزی برای مردم روستانشین بردارن. این به حساب به قول خود قانون اینجا خو احمد آباد هست،
ولی حالا اسم اینجا بگردنده است جنگوش که دست جنگوش بالا و پایین. یه خود ما به حساب شریک اینجا است و به حساب همه امورات و اینا طویل خود منه دیگه، خود من هم شریک و هم کشاورز اینجا. بعد از اینجا تا روستای دادران تقریبا 5-6 کیلومتر فاصله داره. دو تا قناته، یکی بالای به اساس جنگوش بالا بالای، این که پایینه، این حد تا مخروبه بده. بعد خود نباز کرده زمانی که اینجا بخریده، اینکه به اساس مقدار دانگ بخریده، بعد دیگه قناته خود نباز کرده. هرچی کار آنکه کرده خود ما مثلا 21 سال شده که ما بخریده، همه را خود با هزینه خود خود انجام داده. تا جب زور ما برسیده و قناته لاروی کرده. مدت 4 سالی قنات خشک خشک بود. این قنات که الان شما سرخواب اینجا دیدید. مثل اینجا که همین گردو و زرشک و درخت بادام و اینو که از دست رفته، هنوز تازگی یک مقدار آلو بخارا و اینو هم که الان در خدمت شما هست کاشته اینو. زمستان خود ما چون که بچه مدرسه‌ای دارم میرا برای سوی دادران، بلی معلوم مال اینجا، بلی یعنی دیگه ده خالی از سکنه نیه، چون که مالداری ما باز همینجیه، سرخده برق خونه های باد حساب به روستای دادران هم که بره باعثی کوی دمو از روستای دادران بیاره اینجا، بلی میاد همینجا مال حال خود جمع جور میکنن و بعد شبا میره اون روستای دادران، بعد شبا هم در اینجا حساب میسه. مشکلات روستا از نظر آبی که جاده کشاورزی هم با ما همکاری کرده، بعد آب قنات یه مقدار لوله کشی آب کردی. الحمدلله راضی است هم از مسئولی هم از جناب آقای آذرمینا که واقعا زحمت کشیدن و اگر قرار بود دسر آبی که الان میاد توی استرخواب بند میشه و بعد از 24 ساعت یا 48 ساعت میشکشی، اگر این لوله کشی نبود که همون جوبا تر نمیشد. ولی خدمت شما عرض کنم مشکلاتی که الان تو روستا ما داره، خدمت شما عرض کنم برق نیسته. بنده خدا نه یخچال برای آب سرد، نه برای امکانات دم از زرش که دارن، اگر برق باشه با همون ده میتونن ایره پاک کنن، پنکه بکشن، باد بکشن، به مقصد برسونم. همین کمبود برق به اینجا خیلی برای همه مشکل هسته. روستای دادران 23 کیلومتر با مرکز شهرستان درمیان فاصله داره و 114 کیلومتر با مرکز استان خراسان جنوبی فاصله داره و یکی از روستاهای دیدنی بسیار خوب هسته. یک کم خوشسالی تاثیر گذاشته، ولی در حال حاضر اگر محبت کنه شهرستانی ما برای تفریح به این منطقه بیان، خیلی جای با صفایی داره. مردم مهمان نوازی هم در روستای دادران هستن که نسبت به خود اگر مهمانی به تو منطقه بیاد، واقعا به نوع هستن از اونو پذیرایی در حد توان میکنن. آدینه مرسا یعقوب تو هستی اسم آزم اینو امین سیامی اسم های دادران بس.